سلام، شب بخیری دارم خدمت تمام هموطنای نازنینم که بیننده برنامه امشب هستند. ما امشب در خدمتتان هستیم با نجیب جان و جمع از همکاران دیگر تا یک ساعت و داشته های جالب، ناب و دیدنی را تقدیم شما خوبان میکنیم و خوش آمدید میگم تمام خواهرای عزیز ما در برنامه. امیدوار هستم که شما هم خوب باشین، روز را بخیر و به خوبی سپری کرده باشین. خب پیش همه خواهرای عزیزم یک ورق است و ما میخوایم که ورقای که در پیش همتان هست از ورقا یک کاردستی بر ما جور کنید و بعدش در اخیر از تمام خواهرای ما را جمع میکنیم، میبینیم که کی چی جور کرده و کی لایق نمره است و جایزه از آن خود میکنه. درست است؟ تایم شما شروع شده و شما میتونید که جور بکنید. ماشاءالله همگی مصروف میشن و اینجا ورقای دیگه هم هست، اگر خواستین که نیاز داشتین میتونید که از این ورقا هم استفاده بکنید. ما ببینیم که شما چی جور میکنید و در اخیر هم از همتان انشالله که نمره میتیم، البته از طریق خودتان نمره میتیم، چون ما تنها قضاوت کردن نمیتان و خوب است که همتان سهم داشته باشین و سهم بگیرین. خب ما هم یک ورق میگیرم و ببینم که ما چی جور کردم میتام. البته قدر مهارت ما هم زیاد نیست، ولی یک کوشش میکنیم که چی جور کردم بتانیم. خواهر ما وقت تکمیل کردن یک تیاره ساختن، امرای تیاره انشالله که باز بعد برنامه هم میریم یک جای. درست است؟ چکر میریم پس دوباره برمیگردیم. خب اونا وقت تکمیل کردن، بسیار وقت کم را در بر گرفت که خودت تکمیل کردی و هنوز دیگرا تکمیل نکردن، ساخته میرن. من ورق پیش ما از ببینم که از این ورق ما چی میتونم که بسازم یا هم چی نمیتونم. یک کوشش خودم میکنیم البته. خب مزایم خواهرای ما نمیشیم چون که اونا مصروف هستن و من نمیخوایم وقتشان را بگیرم که باز نشه خدای نخواسته کار دستیشان به عقب بانه. خب اما قسم میتونین که یک چیز بسیار مقبول و زیبا آماده بسازید، چون وقت قدر زیاد نیست که یعنی بله اگر ورق نیاز داشتین اینجا ورق هست، میتونین که ورق حتما بگیرین. درست است؟ خب 3 دقیقه وقت داریم. در 3 دقیقه ما ببینیم که خواهرای ما چی ها را تکمیل میکنن. البته هر کسی که تکمیل کرد میتونه که بیاره در سر میز اما تا خوبش بچینن که دوستان ببینن که چی ها را آماده ساختین. ما میرم پیش خواهرای ما و ما یکم اونجا هست همراهشان میخوایم که صحبت بکنم یک کمه. خب بیاییم این قسمت که خواهرای ما اینجا چی میکنن. امی مایک هم اگر لطف کنین که برما بتین. بسیار خوب. خب سلام خواهر عزیزم، شبت بخیر و همیشه که صحبت هم داشته باشی، استادم شوی و برما بگویی که چی را میخوایی آماده بسازی. سلام خدمت شما زایده جان و تمام حاضرین در تالار و کسایی که ما را از طریق پرده تلویزیون میبینه. چیز زیاد یاد نداشتم، یک پاکت نامه را تکم. یک پاکت نامه را آماده ساختی؟ داخلش نامه هم داره؟ نه میخواستم جور کنم و شما آمدین. خب تمام کردی یا هنوز تکمیل نشده؟ نه تمام شد. تمام شده؟ خب این را من میگیرم و دوستم نشان میتم که این پاکت نامه چه قسم است و چه قسم هم نیست. تشکر از خودت خوارزم، میتونی که بشینی و من میرم اون قسمت ببینم که خوارای ما در اون قسمت هم تکمیل کردن یا خیر. و این را هم باید اینجا بانم که با زخیر به دوستان نشان بده. خب مایک هم اگر لطف کنه شما بر ما بتین، میخوایم که امرای شما صحبت بکنم. شبت بخیر خواهر عزیزم و بشه که بر ما بگی چی آماده ساختی اگر لطف کنی که استادم شوی. به نام آن که انسان نام از او یافت، به نام آن که انسان نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. ثانیا سلام عرض از ادب دارم خدمت شما زاهده جان قلب، خدمت بیننده های عزیز و کسانی که اینجا حضور دارن. ما خودم یک گل گرفتیم جور کردیم. گل جور کردیم. تکمیل شده؟ آه تکمیل شده. خب میشه که برای من نشانش بتین، من با دوستان نشان میتم. کمکی مانده. کمک مانده. خیلی ما زیاد صحبت نمی کنم، امرای خودت گلتا تکمیل کو. همگی که تمام کرده میتونین که بر ما تسلیم بکنین. کی ها تمام کرده؟ شما تکمیل کردین. گل است؟ خب پکا جور کردن در یه هوای سرد بر ما پکا جور کردین. خب بسیار خوب، شما هم تکمیل کردین، مقبول هستی. رنگ ورق هم خیلی زیبا است و مقبول معلوم میشه. خب من این
کاردستی خواهرای ما در سر میز بانم که دوستان ببینن. شما هم تکمیل کردین؟ شما هم تکمیل کردین. داخل از این نامه هم موندی؟ نامه شاید من بعد از برنامه میخوانیم که باز بر ما چی گفتنی داشتن خواهر ما. و ایم یک گل است فکر کنم. گل است تقریبا تمام اعضایی که بیننده برنامه هستن. و شما هم تکمیل کردین؟ شما هم تکمیل کردین؟ خب. از او قسمتم خواهر ما تکمیل کردن و بسیار کاردستی های زیبا و مقبول را جور کردن که من بسیار خوشم آمد. ماشاءالله همتان با استعداد هستین و من خوشحال هستم از اینکه امشب دختر خانم های نوخدا با استعداد در برنامه داشتم که از ورق ها بسیار کاردستی های زیبا را ساختن و کسایی هم که تکمیل کرده پیششان هستک من میرم از اونا را هم بگیرم و یک گلک موجه خواهر ما جور کرده بسیار زیبا است. میخوایم امور هم با تمام عزیزان نشان بتم. ماشاءالله بسیار مقبول است گل و تقدیم تمام عزیزای ما که بیننده هستن. شما هم تکمیل کردین؟ خواهر ما هم تکمیل کردن؟ پاکت نامه است. خب. یک تیاره هم ساختن که پای تیاره هم چکر برن. شما هم تکمیل کردین؟ خوش. شاپرک است. این هم یک شاپرک است بسیار مقبول است از کاغذ بسیار زیبا جور کردین و شما هم تکمیل کردین؟ تیاره است. چند تیاره هم دوستای دیگه هم ساختن. خب ما اینا را بانم در سر میز چون دست ما بند است و میایم انشالله از خواهرای ما را که تکمیل کردن از اونا را میبینیم. یک خواهر دیگه ما هم اینجا کشتی جور کردن درست است؟ این هم کشتی است که با این کشتی هم میتونیم که یکان جای سیاحت بریم و دوباره برگردیم. خب شما هم تکمیل کردین؟ یک پاکت نامه است و شما خواهرای دیگه ما هم تکمیل کردن. انشاءالله شما را هم میگیریم و تشکری میکنم از تمامتان که کاردستی های بسیار زیبا و مقبول را جور کردین، تقدیم ما کردین و دوستان شما هم با ما همراه باشین. برنامه ادامه داره و نجیب جانم میایه و با شما و مهمانه دیگه صحبت های داره. خیلی هم وقت فرمانید. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. ادامه برنامه امشب است. تشکر از همکارم زاهده. بخش اول برنامه را بیننده بودید، صحبت های آغازین شنیدید و صحبت های اشتراک کننده ها همچنان. و اما این بخش برنامه قرار است در مورد باور صحبت بکنیم. باور انسان مهمترین موضوع در زندگی هر کدام ما هست. قبل از او شبتان بخیر دوستان. شما هم خوش آمدین. شما همچنان خوش آمدین. خوشحال هستم که امشب در کنار شما دوستا هستم و در کنار شما بینندگان عزیز. پیشتر هم روی دوستا ما صحبت کردم که در وقفه البته شما وقفه را تماشا میکردید که چرا بعضی از خانواده ها را میبینی که فرزند خانواده در بخاری سوخت، او طرف هم مادرش یک دفعه سکته میکنه، برزو هم صبح روز که پدر پشت دوا میره یا سودایی در خانه میره یا یک کاروباری داره او را موتر میزنه، همزمان چرا بالای یک خانواده این اتفاق میفته؟ این خانواده بدبخت است، ذهنشان کار نمی کنه، باورشان مشکل داره یا هم فقط نیازمند بودنشان باعث شده اتفاق بفته. به خاطر همین قضیه که واضح شوه مشکل حل شوه حداقل. و چرا در بعضی از خانواده دو سه مریض وجود داره و جور نمیشن، شاید هم هر مشکلی باشه. میخوایم که بیشتر صحبت کنیم با جناب استاد شمس غزنوی که مهمان ما هستن امشب در برنامه. ما ازشان دعوت میکنم که جناب استاد بیاین و صحبت ها را هم شما بیشتر بشنوین و بفهمین که مشکل اصلی چی است. به افتخار استاد. استاد خوش اومدید. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. بخیر اومدین ان شاء الله. ممنون شما. ماندای روز پرکار خستم نباشین. بفرمایید. خوش میکنم. بخیر اومدین. سلامت باشین. شما چی حال دارین؟ شکر است. بخیر باشین. قبل از اینکه بیشتر صحبت بکنیم جا داره تشکری بکنیم از حامی مالی برنامه. با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. نوش جان تک تک شما بینندگان عزیز. خب استاد صحبت کردیم در تو با همین موضوع که چرا تعدادی از خانواده ها با همین مشکلی که من پیشتر مطرح کردم شما هم که شنیدید حتما مواجه هستن. مشکل در کجاست؟ بحث ما که در مورد باور هم است. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یک سلام و احترام به تمام بیننده ها، شنونده ها، کارکنان عزیز و مهمانان گرامی ما. یک موضوع بسیار مهم در زندگی ما اینمی است که
ما گاه تحلیل بجا و به واقع نمیکنیم. به طور مثال امور رقمی که نجیب جان شما فرمودین، ما وقتی که اگر به یک چالش، به یک موضوع روبرو میشیم، قبل از که تحلیل کنیم عمل میکنیم. درست. این عمل زیادتر جنبه هیجانی و احساساتی دارد و احساسات هیچ وقت جنبه مثبت و نتیجه خوب به دست نمیتن. ما اگر این یک قضیه را بسیار کوتاه در نظر بگیریم، انسان ها در مجموع دارای چهار نوع مزاج هستند. یکی از این مزاج ها دیگرایش میمانیم، یکی از این مزاج ها مزاج مال خلیایی است. این طبیعتا انسان ها در گروه انسان ها یک گروه اینمی رقم هستند. این گروه مال خلیای مزاج اینا زود برافروخته میشن. چطور؟ قبل بله زود رنجان برشان میگیم. یک موضوع، یک حادثه واقع میشه، قبل از اینکه اینا به کنه موضوع، به اصل موضوع پی ببرن، تصمیم میگیرن، عجله میکنن و یه عجلهشان بنابر احساسات و عواطف جدیشان غلط میباشه. به خاطر از اینکه جای داره که حال درباره یکی از باورها بگویم، میگن یک باور غلط باورها، تمام باورهای ما را غلط ثابت میشه. اگر ما یک عمل بکنیم، اما مثل ازی که اگر معمار یک خشت کج بمانه تا سرایا دیگه همی دیوار کج است. خشت اول گر نهت معمار کج، تا سرایا میرود دیوار کج. تشکر از همکاری. خیر بشین است. این یک مسئله است. موضوع دوم، این گپ خیلی رقم میرسانه خیلی که ما دیگه تابع مزاج خود هستیم. نه، شخصیت ما دارای دو بخش مهم است. یکیش مزاج است، یکی دیگه کرکتر ماست. اگر ما زیادتر جنبه های مزاج خود در نظر بگیریم، عواطف خود برش ارزش بتیم، ای عواقبش نمو رقم است که شما گفتن اگر یک طفل دواتش میسوزه و پدر و مادر عجله میکنه و میدوه و فکرش پاشان میشه، پریشان میشه، میره خودش موتر میزنه، چندین حادثه دیگه واقع میشه. بله بله. ای یکی از امی عوامل امی احساسات و هیجانات است که زود تصمیم میگیریم. حالا استاد، یک بخش از باورهای زندگی انسان وار خطا شدنشون بیش از حد، باورشون به این است که ما کاری میکنیم که جلوگیری بکنیم از وقوع بیشتر حوادث، ولی اتفاقات بیشتری به وقوع میپیونده. پس یک خانواده دیگر ما سراغ داریم که همراهشون صحبت هم کردیم که سه مریض، چهار مریض داره که هر سه چهار مریضش در بسیاری از خانواده در یک هفته جور شده، ولی از اینها شش ماه هفت ماه دوام کرده، جور نمیشه مریضشان. ما یک گپ دیگه در پهلوی ازی داریم که مزاج ما اصلی و خرقم است که مثلا بله بله. سیستم عصبی و سلول های عصبی ما یک رقم است، ما زود برافروخته میشیم. اما این رقم فکر نشود که ما دیگه نمیتونیم به بر احساسات خود ما کنترل داشته باشیم یا عواقب بسنجیم. این اوتر نیست. ما در پهلوی ازی یک موضوع دیگه داریم به نام کرکتر ماست. یک نفری که هر قدری که مزاجش هر چی است، کرکترش در طول تجارب، تربیت و موضوعات فرهنگی یک خانواده تشکیل میشه. اگر ما در طول زمانه ها پدر ما، مادر ما امیر رقم احساساتی بودن، همینطور عجله کردن، ما ناگزیر هستیم و متعامل میکنیم، به خاطر از اینکه در امو فرهنگ ما، در امو بنیاد خانواده ما امی گپ وجود داره. خب اگر در خانواده یک فرد خانواده هم کل مردم آرام میسازه که شما آرام باشین، یک فکر معقول بکنیم، بعد از او کار خود انجام میتیم. چی فکر باید بکنیم؟ آیا به جای زنگ بزنیم؟ به دکتر زنگ بزنیم؟ آیا پیش کدام دوست دیگه بریم؟ موتر بخواهیم؟ چی کنیم؟ برای یک لحظه تعمل امی تمام کارها جور میشه. پس از صحبت خودتون فهمیده میشه که خود این خانواده مشکل داره. یعنی مشکل دیگه نیست که مثلا مردم میگن و گفته میشه که خانواده بدبخت است و خدا زدشان یا همین قسم اتفاقات سرشان میه، میگه سنگ یک ضرب المثل است، نه آمیانه است، میگه سنگ در پای لنگ است، همین قسم صحبت ها وجود داره. حالا وقتی با صحبت خودتون ما برداشت کردیم که خانواده معلومه است، پس راه حل چی بوده میتونه، چی باید شوه؟ بله، یک گپ دیگه در اینجا شما بسیار گپ خوب گفتین که ما مردم چی میگن؟ بله سنگ بله در پای لنگ است. بله این نمی قسمت ما بود، این نمی تقدیر ما بود. کل خود به یک چیز دیگه مسپاریم و خود مسئولیت خود رفع میکنیم. این گپ غلط است. ما مسئولانه عمل بکنیم. یکی این راه حلش است، یک راه حل است که مسئولانه عمل بکنیم. در بدویدن ما نمیشه، بافتیدن ما نمیشه، از بام خدا بندازیم نمیشه. ما بعد از یک تأمل، بعد از یک فکر، اگر ما بسیار متاثر شده باشیم،
از یک دوست دیگه خود در امو لحظه چی کار بکنیم، مشوره بگیریم. این گپا سبب میشه که امی حوادث تحت کنترل ما قرار بده و از حوادث دیگه جلوگیری بکنیم. و در عین زمان یک گپ دیگه هم ایست که تغییر باور، تغییر عقیده، تغییر اینمی خرافاتی که در ذهن ما است، این کار یک روز و دو روز نیست. ما باید قبل از حوادث امیر در خانواده خود جاری بسازیم. معمولا یکی از ناکامی های ما است که ما یک حادثه واقع میشه و تصمیم میگیریم چی بکنیم. در وقت دیگه گپ از گپ تیر است، ما هیچ نمیدانیم که یک تصمیم معقول درست بگیریم. پس از این لحاظ ما مسئول، میگه خانواده مسئول خواسته خانواده نیست. پدر و مادر ما میخواد که ما خوب سالم باشیم، صحتمند باشیم، محصول عملکرد ماست. ما چقدر آرام تصمیم میگیریم، ما چقدر تصمیم به جای میگیریم، ما چقدر قبل از وقوع حادثه یک حادثه را جلوگیری میکنیم. استاد، یعنی اگر امی خانواده را مد نظر بگیریم، پدر و مادر قبل از اینکه فرزندشون در بخاری بسوزه یا دستش بسوزه یا حداقل چیزی را آتش بزنه، توجه میکردن بر تربیتش و میگفتن که فرزند ما اینی آتش است، این خطر است، گرد بخوری دواش نکو، در فصل زمستان قرار داریم و این وقایه میکردن. و مادر هم خود نرمال میساخت به خاطر از این که اگر احیانا حادثه اتفاق بفته من نباید احساساتش هم بشه است، این را کنترل میکردیم. کاملا نجیب جان گپ شما بر جای است. ما اول بین یک تصمیم قصقا یک تعریف از تربیت یاد بگیریم. یک تعریف از تربیت. تربیت چی است؟ میگه تربیت سیقل کردن اینمی عواطف است، زود وارخطا شدن است، زود غمگین شدن است، زود گریان کردن است، زود خندیدن است. این عواطف ماست. اگر اینمی عواطف ما سیقل شوه تربیت است. چه جالب. خشم ما سیقل شوه خیلی به جای است، بلکه. اما خندی ناسیقل ما خیلی بیمورد است. پس اینمی گپار اگر ما در زندگی خود جای بتیم، ما انشاءالله موفق خواهد بودیم و هیچ وقت یک حادثه غلط ما سبب حوادث غلط دیگر نشود. چه خوب، خیلی عالی است. امیدوار هستم که هر خانواده صحبت ها را بشنوند. بینندگان عزیز، اگر شما شنیدید و صحبت های استاد را، لطفا به مو خانواده هایی که میفهمین و متوجهشان هستید و میبینید غمشان را غمگین میشین، برشان برسانین پیام ها و صحبت ها را. تشکر استاد عزیز. تشکر شما. تشکر. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه را ببینید، زود برمیگردیم. امشب ادامه دارم. خیر باشید. چقدر از یادم بگم که آمدی اول بیام یاره پاکاری کو میزه چکره یک کار صحیح نمیکنه که از این شاگرد دقیق ماندیم. عجب آدمی است. وای 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 وای، کار به دلم نمیکنه. چرا کجکور میشی؟ بیا 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 بشی بیا 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 بشی بیا بشی اینجا بشی شیشتا نمیتون لاک بشی. آفری. چی کده تا؟ اول تو دکتر هستی، تو باید بفایی مر چی کده الو. شور نتی که من بفاهم اینجا درد میکنم. آل خب بان تو صبر صبر. خی گره گروه درون زیاده، چی خوردی؟ هیچ نخوردیم. هیچ چیز نخوردیم. آل خیلی چطوری رقمی شدی کجو کر؟ نمیفاهم یک دفعی نمتا شدم. یک دفعی؟ با باش تو نفس بکش خوب عمیق. آفرین. یک دفعه دیگه. آها راست بگو راست بگو. یا چی خوردی که من از روی ازو تشخیص بتم که مریضی تو چی هست؟ سه شب سه روز میگه نان نخورده. میگه چی خوردی؟ نان نخورده. خیلی چطور تو شکمت پوندیده؟ یک همه سرم درد میکرد. یک چند دانه تابلیت خوردم. چند دانه تابلیت خوردی؟ آده نمو خانه افتیگی بود و نمو جده مو یک دانش بیخی در خواهد جروب بود. من بشره بودم بیا کیف نشم مورم بخورم. لا حول این عجب مریضایی هستن. تابلیت برات کی آورد؟ تو خودت هم از قات خاکجارو گرفتی خوردی؟ اون بچه هایی که ما برده کسو خانم هم گفتم بیار هرچی که در خانه داری بیار که بخورم، میشه کمی عیف نشه، یکی جور شو هم میشه. وای وای وای، میشه کمو از پای دردی بوده باشه، از دل دردی نبوده باشه. با پای خوب پایده میگه پای مون مال جور نیست.
لا حول بلا، همیشه هم تو دوا را سر خود میخوری، هر کسی برد یک بگینی دوا گولیش میخوری. آره خواهی میتوام که میاره یک تابلیت بیدی خود باور میکنم. من خود داکتر باور میکنم. من خود داکتر هستم، ماینت میکنم، از روی ماینه برد دوا میتوم. حالا چطور میشه؟ حالا چطور اینمی میشه؟ نه عقبش هم اینمی ره قمیز دوای بی ماینه را میخوری. آر بی خیام تو میمونم یا جور میشه؟ نه من دوا میتوم برد خو؟ آر خیلی خطام دوا میتی خالد دوا میتوم خود تشخیص میتوم اول باز اینی میجره اینی میجره اینی دلم من دینجا در میمونم از اینجا میشه نه خو نمیمونی دکتر در کارش این نمیگی که تو میفهمی یا دکتر سو چه دیگر یک سیر نوشته کن دکتر سای خو خیره برای فعلا تو بیا برای که من یک سیرم دیمه تا بیا جور میشم؟ آه بخی تو من یک سیرم دیمه تا بخی بخی دیگر و قدرم خدا داد تو جان از جان جداست تو چی میفهمی؟ تشکر از همکارای ما خیلی هم خوب اجرا کردن جالب هم بود دیدنی؟ خب امو که میگه تو میفهمی یا دکتر امو گپ صحیح است نیست دیگه به هر حالش در بین ما کسی نیست که دوار سر به خودم تو خورده باشه مقصد 2024 شروع شده این که تریمیک سازول هم اگه پرستامول یا هر چیز نوشجان میکنین یک بار سعی بکنین که تاریخش 2023 نباشه حتی از دواخانه هم اگر خریداری کردین شربتی باشه حتی هر شربتی باشه در وقتا تکلیف های میده زیاد است شربت انتی اسید را که وقتی میگیرین از دواخانه ها متوجه باشین تاریخش را دقیق متوجه باشین مبادا تاریخ تیر شده باشه در خانواده هم کسی نیست که این کار را خوب بکنه هست؟ خب در خیش قوم هم کسی نیست؟ هست؟ خب من مشنازم زیاد کسا را که هست همین قسم هست دیگه خدای یار جانشان این کار را نکنین این کار را هیچ کس نباید بکنه در مورد اجراهایی که در برنامه امشب از هموطن عزیز نظراتتان میخوایم در ارتباط به اجرایی که همکاران ما سلطان علی، شریف جان، خانم بهار، خانم جمیله دارن در شماره واتساپ ما پیامایتان را بفرستین بگوین که چطور است اجرایشان با کدام موضوعات دیگر شما میخواین که ما سوژه های خوب مهم را که در برنامه امشب داشته باشیم و حداقل یک توصیه باشه برای همه و هر کدام در زندگی خود متوجه باشیم هم خانواده ها هم مسئولین و همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنیم یا هم در بیرون از افغانستان ممنون که بیننده امشب هستید همکارم زاهده قصه و صحبت داره با شما بیننده باشین امشب را زود برمیگردیم تا پایان همه بیننده برگشتیم ادامه برنامه امشب است ما هم در خدمتتان هستیم در این قسمت از برنامه مهماندار می باشیم و همچنان گیم های جالب کبرا با مهمانای عزیز ما اجرا می کنیم ظرف قرعه کشی هم پیش ما است دو شماره را انتخاب می کنم و اعضای ما را هم دعوت می کنیم خب ما شماره را انتخاب کردم و می بینیم که شماره کدام اعضای ما است شماره ششم کی است شما هستین خوارزم و شما هستین میتونید که اینجا تشریف بیارین خیلی خوش آمدین به برنامه و شماره بعدی را هم ما به خانش میگیرم که شماره کدام از ما است شماره سوم کی است شما هستین و شما هستین شما هم میتونید که تشریف بیارین ما هم میایم این قسمت با خواهرای عزیز ما استارت میشیم و گیم ما را حتما شروع میکنیم خب قبل از اینکه شما شروع بکنین به گیم من میخوایم یک تشریح بسیار خلاص بر شما داشته باشم پیش شما ورقها ماندگی است و مایک هم ما ابتدا از این تیم میخوایم که شروع بکنم مایک هم پیش شما میتونم 10 ثانیه زمان دارین اول نوبت خودت است یک ورقه بالا میکنی حال نه هر وقت که 10 ثانیه زمانت شروع شد هر چیزی که بود مشخصاتش باید در 10 ثانیه به هم تیمیت بگویی درست است و هم تیمیت هم باید بگویی که چی است درست و بعدش هم قسم نوبت خودت است و بعدش میایم با سر تیم شما ان شاء الله و ما هم شروع میکنیم و خودت یک کاغذ بالا کو البته باید تنها خودت ببینی خودت دیدی خب شروع کن خودت خب آن چیز است که وقتی که از خانه میبرویی تازه میتونی خانه تا امن بسازی قفل قفل یک تشویق هم دوستا داشته باشین قفل بود و آل نوبت همتیمیت است و همتیمیت هم باید یک کم سرعت و دقت داشته باش زمانت هم شروع شده یک حیوان است که رنگ سبز است و کلول است سنگ پشته؟ نه میوه است میوه
میوه آلو سه میوه سیبروله تمام سیب نی نارنج هم تیمیت گفت یک چیز است که رنگش سبز است میوه است خودت چی گفتی؟ ما آلو 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 بالو گفتی یا آلو؟ آلو آلو میشه که در مایک هم صحبت کنید مایک ها شما میگیرین این بار نوبت شما است خب مایک اول بگیرید پیش از اینکه ورقه ببینید که چی نوشته است شما آماده هستید خب نوبت شما سوال ورقه بگیرید خب پت بگیرین او را خود دیدن دیگه او را دیدن میتونی که ورقه بانی و دیگه بگیری البته قسمه بگی که هم تیمیت نبینه که چی است درست است آفرین نال بسیار هم تو به احتیاط گرفتی زمانت شروع شده میتونی که شروع کنی آن چیز که خود را بسوزاند شم شم خب تشویق هم داشته باشید آن چیز که خود را بسوزاند بله بسیار یک نقل خوب هم دارید و هم تیمیت هم فهمید که چی است حالا نوبت خودت است ورقه قسمه باید بگیری که نبینه هم تیمیت که دیدم ولی این بار ما میگذرم دیگه بار نمیتونم بگذرم این حال میتونی که شروع بکنی زمانت هم شروع شده آن چیز چی است که در چای صبح نوش جان میشه و در روغن پخته میشه تخم در مایک صحبت کنی تخم تخم مرغ بله بود بله خب تشویق هم داشته باشین تخم مرغ فعلا مساویانه پیش نمیرن چون هیتیم یک امتیاز بلندتر هستن فعلا نوبت شما است ولی باید شما دقت بیشتر داشته باشین اگر میخواین که برنده شوین گیمای اصلی برنامه را اجرا بکنین ورق قسم بگیرین که هم تیمیتان نباید ببینه شروع بکنین آن چیز که میتونین توسط از او آب بنوشیم چای بنوشیم درست است؟ بله خب تشویق هم داشته باشین گلاس بود شما هم ورق قسم بگیرین که نبینه یک چیز است مغز باب است کلوله است رنگش قوی است چهار مغز آفرین بله تشویق داشته باشید فعلا امتیازات شما بلندتر است و رسیدیم نوبت شما است بعد طرف شما میاییم ببینیم که شما چی میکنید ورقه بگیرین پیشتر هم قسم میگرفتین که هم تیمیتان میدید یک رقم بگیرین که نبینن آها آفرین و در پشت شما میتونی که دست تا بگیرین این حالا میتونی که بگویی برش آن چیز که در ترکاری میباشه ترش است لیمو لیمو بود خب دوستا تشویق داشته باشید نوبت شما هست شما هم ورقه باید قسمی بگیرین که در پشت دستتان و نباید ببینن درست است شروع کنید آن چیز که پوشیده میشه در فصل در پا میشه چپلی؟ بله خب میریم سراغ تیم دیگه ببینیم که تیم دیگه چی کار میکنن درست است نوبت شما هست آن چیز که توسط از اون میتونیم در تختی سیاه نوشته کنیم تباشیر تباشیر درست بود بله. خب تشویق هم داشته باشین نوبت شما هستی بار یک حیوان از هر جای میکنه خرگوش آفرین خرگوش بسیار خوب برات نقل داد که یک حیوان است که هر جای میکنه خب ما کارا میتونیم که بتین و شما هم شروع بکنین اما تو بسیار به احتیاط آفرین آن چیز که با اون میای تلاش میکنی؟ خب شانه گفتی؟ شانه بود؟ خب تشویق هم داشته باشید تا فعلا تیمای ما بسیار خوب پیش میرن ولی این تیم امتیازاتش بیشتر است آن چیز که در وقت آشپزی وقتی ریزه میکنی از چشمای تشک میه؟ پیاز؟ بسیار ساده بود و تانستین نوبت شما از این بار از شما شروع میکنیم درست است خب آن چیست که ما توسط آن میتونیم چاخانه رو روشن کنیم؟ مایک میتونی که بده؟ چراغ؟ خیر. خانه رو روشن میکنیم؟ مگه برق نباشه میتونیم پچه روشن کنیم؟ 3, 2, 1 و تمام. زمانتان تکمیل شده؟ جنراتور بود که متاسفانه شما نتانستین. خب این بار نوبت شما است. آن چیست که میوه است؟ خشکشم در زمستان زیاد رواج است مردم که در چهار مغز میخورن بود خب بسیار خوب و این گیم هم گیم جدیدی بود که امشب ما در برنامه استفاده کردیم و نجیب جان هم شبهای قبل استفاده کرده بود از این گیم و امشب ما جدیدن استفاده کردیم در برنامه دختر خانمای نازنینی که امشب در برنامه ما بود و خب
امتیازات تیم شما بیشتر بود، از این خاطر شما را تبریکی میتونم. انشالله در بخش بعدی برنامه هم شما با ما میباشید، میتونید که تشریف ببرین در او چوکی ها بینشینین. و از شما هم تشکری میکنم از اینکه آمدین و گیم امرای ما یک جا اجرا کردین. اگر حرف پیام یک گفتنی داشته باشید میتونید که به دوستا بگوید. مایک هم شما میتونین بگیرید. تشکر میکنم از اینکه مرا به برنامه تان دعوت کردین. کدام پیام خاصی ندارم. تشکر عزیزم. و شما هم اگر پیام دارین. پیام خاص ندارم، اینکه شما رو دیدم بسیار خوش شدم. تشکر بسیار زیاد. شما هم میتونین که در جایتان برین و شما هم بیاین این قسمت. و من هم امروی دوستای عزیزم یکم صحبت میداشته باشم راجع به کاردستی هایی که از جای مادر بخش نخست برنامه جور کردن. و ماشاءالله کاردستی ها خیلی زیبا است. اگر من به شما میگفتم که شما برای یکی از این کاردستی ها نمره بتین و انتخاب کنین، کدام از یار انتخاب میکردین؟ فقط یکی انتخاب بکو، از خودت نه پال نیبین که به خودت نمره بتی، فقط یکی انتخاب کو. گل لاله را. خب امیر انتخاب میکردین؟ و شما؟ من کشتی را. کشتی را انتخاب میکردین و هر دیشم رنگ گلابی است. و دخترا به نظر شما کشتی و گل زیباست؟ از دیگه. و خب یکی از اینا را باید ما جایزه بتیم. کیها گل انتخاب میکنن؟ دسته خدا بلند کنن. خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 نفر کیها کشتی را انتخاب میکنن؟ 4 نفر از این قسمت است و دو سه نفرم از این قسمت. گل امتیازات بیشتر گرفت و هر کسی که ایره ساخته انشالله برش یک جایزه میتیم. ساعت دستی است، انشالله که بخیر و به خوبی استفاده بکنین. ایره کی ساخته بود؟ شما ساختین خواهر عزیزم. انشالله با شما همکارا حتما تحفه میتن. و تشکر میکنم از شما بابت گل زیبایی که به برنامه تقدیم کردین. و انشالله امروز شما هم صحبت میداشته باشیم. اسم مقبولتان چیست؟ سلام، عرض ادب دارم خدمت شما زاهده جان و کسانی که اینجا حضور دارن. من زیبا ناصری هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه میشم. زیبا جان و شما؟ نه. سلام، عرض ادب خدمت شما زاهده جان، بیننده های عزیز و کسانی که اینجا حضور دارن. رنا ناصری هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه امشب. زیبا جان و رنا جان، درست چی نسبت دارن؟ خواهر هستیم. خواهر هستین. زیبا جان بزرگ هستن؟ بله، ما دوگانه هستیم. خب بسیار خوب، انشالله در بخش بعدی برنامه همراه شما می باشیم. گیم داریم اجرا می کنیم. جا داره تشکری بکنیم از حامی مالی برنامه با نوشیدن انرژی آیس کینگ. قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرین. عزیزا شما هم با ما همراه باشین، همراهی ما کنین. بخش پایانی برنامه هنوز باقی مانده و فعلا هم یک رفت و برگشت کوتاه. سلام و مجدد هموطنان، شبتان بخیر. دو مهمان عزیز ما با ما هستن، زیبا جان و رنا جان، دو خواهر عزیز در کنار ما هستن. و در این قسمت از برنامه ما گیم داریم همراهشان. سه کارت داریم، کارت سفید، آبی و کارت طلایی است. بازی کارت سفید هم که بازی بله و نه خیر است. من به رنا کلمه را نشان میتونم و زیبا هم باید بگویه که کلمه چی است، مشخصات چه گفته بره. و تایم ندارن، زمان دهی محدود نیست، فقط کلمات محدود است که مشخصات را که میگن باید در 20 بار حداقل شما بگوین و بالاخره کلمه پیدا شود که چی است. درست است؟ خوب دیگه آماده هستین؟ دقت داشته باشین، سرعت داشته باشین تا که بتانین که برنده شوین و جایزه را انشالله خانه ببرین. من کلمه را بر رنا نشان میتونم. رنا کلمه را دیدی؟ خودت بله. الان میتونی که شروع بکنی. خوردنیست؟ نخی. بلندتر صحبت کنید. پوشیدنیست؟ نخیر. عجله؟ میتونی که بری بگویی که زنده جان است، اشیا است، چی است؟ اشیا است؟ میتونی برش جواب بدی که بله یا نخیر؟ بله. عجله کو؟ نامشو بگیرم. نه، میتونی فقط بگویی که یعنی چی از در خانه است، در بیرون است، در اتاق میباشه، آشپزخانه میباشه، بسیار برد نقل دادم دیگه. در اتاق میباشه؟ بله، در اتاق. نزدیکتر کردی یک کمک دوگام بگو؟ نه، کمی نزدیک، کمی نزدیکتر کن. درخت خواب میباشه؟ درخت خواب میباشه؟ از خودت پرسیده، بله یا بله. نخیر؟ بله، بله است. خب دیگه؟
درخت خواب چی می باشه؟ اینال باید بگویی دیگه. بالش؟ بله. خب تشویقم داشته باشید. بالاخره دانستن که کلمه که انتخاب شده بود را پیدا کنه. کلمه هم بالشت بود و فقط در 6 بار گفتن دانستین که برنده شوین. یک امتیاز گرفتین، فقط نیاز دارین به 2 امتیاز دیگه. درست است؟ کلمه بعدی را ما و رنا نشان میتونم، اما قبل از اینکه نشان بتون میخواین که هم قسم باشه یا جایتان را تبدیل میکنه؟ نه خیر، هم قسم. هم قسم باشه، درست است؟ ما کلمه را به رنا نشان میتونم، باش که کلمه هم پیدا شود. شروع کو خودت. داش پسخانه میشه؟ نه خیر. خب یک بار گفتین دیگه. عجله. در خانه است؟ بله. آها. دیگه؟ در اتاق است؟ در هر جای می باشد مشخص کنین چی است؟ بسیار دیگه، این بار غیر قابل تحمل بود وقتی واقعا نقل داد. عجله کو؟ ساکت؟ بله. خب دوستان تشویق داشته باشن، کلمه که اتفاق شده بود ساکت بود. خب 2 امتیاز تا فعلا نگرفتن، فقط نیاز دارن به 1 امتیاز دیگه. اگه بتونن که 1 امتیاز دیگه رو از آن خود کنن، کارت سفید ما را برنده میشن، میرن با کارت آبی و بازی بعدی ما. خب ما کلمه بعدی را به رنا نشان میتم. رنا کلمه را دیدی و زیبا هم شروع میکنه. اشیاست؟ بله اشیاست. مشخص کنین چی است؟ خب در آشپزخانه میشه؟ بله. هیت دیگه از آشپزخانه مصرف نمیشی؟ چاقو است؟ نه خیر. عجله؟ قاب است؟ نه خیر. دیگه؟ یکمه ما برتان نقل میتونم جای یا مکان است که همی چیز لوازم درش مانده میشه. انواری؟ الماری. بالاخره دستی. بله. خب کلمه که انتخابم شده بود الماری بود. دانستید که امتیاز بگیرید و را بیافید به مرحله بعدی. ما دو کلمه دیگر را هیچ برتان نشان نمیدم چون که 3 امتیاز را پوره کردین. کارت آبی است مرحله بعدی و بازی هم که میبینین که برتان آماده شده. گیم است و گیم هم رسامی است. فقط دهی اما قدر دقت باید داشته باشین که یک نقطه آغازش را پیدا بکنین و باید از امون نقطه آغاز بالاخره که امون تصویر را تکمیل بکنین. درست است؟ تصویر هم بسیار خوب است، ساده است. اونجا مارکر هم ماندگی است. کی میخوای که او بازی را انجام بده؟ رنا. رنا خودت میخوایی؟ بله. خب ما و رنا میریم اون قسمت و خودت هم میتونی که در جای ما بیایی بشینی ببینی که رنا چی میکنه. درست است؟ و این هم کارت سفید است که دوستای ما برنده شدن امشب، من هم برشان تقدیم میکنم. تبریک شما هم باشه. خب رنای عزیز این هم مارکر است، ما برات تقدیم میکنم و از این قسمت شروع کن. درست است؟ و اما قسم به نوبت عین شکل. بله از این قسمت شروع میکنی. ما برات یک بار دیگه هم تشریح میکنم، در این زمان داری و زمانت هم باز انشالله شروع میشه. باید یک نقطه آغاز از این تصویر شروع کنی و در یک خط دوباره نبیایی. درست است؟ تو بیای این قسمت، من میایم این قسمت. 30 ثانیه هم زمان داری. درست است؟ زمانت هم شروع شده، خودت هم شروع بکن. در یک خط باید دوبار نبیایی. ببینیم که تکمیل میتونن یا خیر. ماشاءالله یک تشویق هم داشته باشین. بدون از اینکه در یک خط دوبار بیاین تکمیل شد بازی و یکی را تکمیل کردین، نوبت بعدی است. اگر بتونی حداقل 2 امتیاز را پوره بکنی میتونی که کارت آبی ما را هم برنده شوین. نوبت بعدی است. بعدی را شروع بکن. زمانت هم شروع شده. آفرین. فقط نقطه آغازش که نه نشدی، چون باید یک نقطه آغاز دهی پیدا میکردی که تمام بازی را تکمیل میکردی. آل حق نداری چون که ایره تکمیل شد دیگه، نمیتونی مازی برات امتیاز دوباره ای بتیم. میتونی که بعدی را شروع بکنی. درست است؟ بعدی را خودت بیا اینجا شروع بکن، ما میاییم این قسمت استاد میشم ببینیم که رنا چی میکنه. رنا زمانت هم شروع شده، تکمیلش بکن. نقطه آغازش پیدا بکن. نقطه آغاز پیدا بکن تا که در یک بار در یک خط دوبار نبیایی. زمانت شروع شده و شروع کن.
آفرین میبینیم که آها خواه تکمیل شده ماشاءالله تشویق داشته باشیم دیدی که چقدر ساده است فقط نیاز داره به اینکه خودت همون نقطه آغازش را پیدا بکنی تا که بتانی تمام رسم را تکمیل بکنی خب تانستین که برنده کارت آبی ما هم شاین بیاین در جایهایتان و نه برتان بگویم که میخواین ادامه بتین و یا میخواین که جایزه کارت آبی را بگیرین و همینجا تمام بکنین ادامه میتین ادامه میتین خب بازی کارت طلایی را هم شروع میکنیم شما 3 ثانیه فقط زمان دارید من پرسش اولی را میپرسم باید در 3 ثانیه هر دوی تان همزمان یک جواب بدین اگه که خودت اول یک جواب بدی بعدش رنا بگویم و جواب باز ما نمیتونیم که امتیاز بدیم درست است شروع بکنم آماده هستین بله خب ما هم آماده هستم بلندتر صحبت بکنیم که دوستا هم بشنون که شما چی میگین درست است و دستایتان هم میتونید که به همدیگه وصل کنید که ذهنایتان وصل شد و ببینیم که چی میکنید بله خب من شروع میکنم و امیدوارستم که شما هم آماده باشین 3 ثانیه زمان دارین یک میوه شیرین را نام ببرین سیب سیب یک تشویق هم شما داشته باشین یک امتیاز که گرفتن بعدی را میپرسم وقت عصبانی میشوین چی کار را میکنین؟ چیق میزنیم چیق میزنیم آفرین رنا یک کمک خوب تال میتی که ببینی زیبا چی میگه که بعدش همون جواب بگی ولی من از امتیاز نمیتون برتان چون که همزمان جواب ندادین باید همزمان جواب بتین درست است خب بعدی را میپرسم این آخری است و اگر بتونین که از امتیاز بگیرین جایزه کارت طلایی ما از آن شما میشه اگر نتونین که باز میگیرین جایزه کارت سفید ما را درست است یک لوازم آشپزخانه را نام ببرین چاقو خب چاقو رنا هم گفت زیبا هم گفت ولی رنا خودت بسیار تقلب میکنی منتظر میمونی که زیبا اول خوب پاسخ بده بعدش هم ببینی که زیبا چی گفت خودت میگی نه من خب میگفتم کمی دلم لرزید خب خودت میگفتی ولی منتظر موندی که زیبا بگویه ولی یک چانس دیگه برتون میتم سال بعدی را میپرسم درست است خودم شمارش میکنم و دمی زمان شما باید زودتر پاسخ بدین درست است یک حیوان وحشی را نام ببرین متاسفانه که نتانستین و اما جایزه کارت سفید که شما برنده شدین و انشالله که از آن شما میشه که چی هست نمیفهمیم ظرف قرعه‌کشیش اینجا هست خودتان یکی را انتخاب بکنین هر چیزی که بود به شما تسلیم میکنیم انشالله میخوانین و دوستای ما به خانش بگیم خب ما به دوستا هم به خانش میگیرم که جایزه که دوستای ما از آن خود کردن امشب موی خوشکن یا سشوار است که شما میتونید که خانه ببرین بخیر و به خوبی استفاده بکنید خوشحال شدم از اینکه امشب در کنار ما بودین حرف پیام دارین میتونید که بگوین من پیام خاصی ندارم من پیام دارم که همیشه بخصوص دختر خانم ها که همیشه درس بخونن و همیشه تلاش کنن تا زندگیشان هیچ وقت ناامید نشن تشکر خواهرم از خودتام رنا اگر پیام داری میتونی که به دوستا بگویی من کدام پیام خاصی ندارم تشکر بسیار زیاد از اینکه امشب در کنار ما بودین تشکری خاص هم میکنم از تمام عزیزایی که تا این دم بیننده برنامه امشب بودن اگر میخواین که در برنامه اشتراک بکنی میتونی که به شماره واتس اپ برنامه ما 0711 99 52 67 بر ما پیام بگذارین ما حتما در برنامه های بعدی شما را دعوت میکنیم این بود داشته های امشب که تقدیم حضور شما کردیم تا فردا شب شما را به الله متعال میسپارم مواظب صحتتان باشین شبتان خوش